سازمان بهداشت جهانی دوشنبه 28 فروردین در توییتی نوشته که روزانه در افغانستان حدود 167 نوزاد بر اثر بیماره های قابل پیشگیری جان خود را از دست می دهند. این سازمان افزوده که تلاش برای کمک به نیازمندان و به ویژه کودکان در افغانستان باید با سرعت بیشتری انجام شود. این سازمان چند روز پیش نیز در پیامی گفته بود که تأثیر ناامنی حاد غذایی در افغانستان ویرانگر است و 20 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر سوء تغذیه بیماره های افونی و سایر مشکلات بهداشتی قرار دارند. سازمان ملل متحد عواست 2022 با هشدار به گسترش ناامنی قضایی و فقر در افغانستان از کمک کنندگان در سطح جهان تقاضا کرد که چهار و دهم میلیارد دلار برای رسیدگی به شرایط دشوار انسانی در افغانستان فراهم کنند. دسامبر گذشته که طالبان فرمانهای منع, منع, تحصیل و اشتغال زنان را در افغانستان صادر کرد، مقام های سازمان ملل متحد هشدار دادند که این ممنوعیت ها میتواند بسیاری از حامیان کمک های بشر را از ادامه کمک به افغانستان منصرف کنند. ممنوعیت کار زنان در افغانستان بر فعالیت بسیاری از مراکز بهداشتی اثر گذاشته و ارائه خدمات به مردم در این زمینه کند شده است بنا به گزارش‌های برنامه جهانی غذا حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و از این میان بیش از 6 میلیون نفر در معرض قحطی و گرسنگی قرار دارند